بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. علیکم سلام و رحمت الله برکات و برادر خوبه نفر. سلامت باشید خواهر گرامی، زنده باشید. من یک مادری تجید از تاجیکستان، یک سوال دارم برای شما، فقط به شما اخلاص باور دارم و میخواهم سلامت. که این دنیا و روز قیامت جوابگر باشم به نزد خداوند. فقط سوال من این است که در تاجیکستان به همگان معلوم است و به شما معلوم است که ستر و حجاب را سخت من کردم. آیا ما گناهگار می شویم به اطاعت کنیم به این آدمان مشرک و گناهگار؟ بله، ببینید، لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، هیچ مخلوقی رو انسان اطاعت نمی کند در جایی که معصیت الله سبحانه و تعالی باشد. مثلا من چگونه رفتار کردم در کار به این آدمان منافق و گناهگاری سخت، مبلغی سخت به ما وای میکنند تا که ما این ستر و حجاب را اگر رعایت نکنیم ببینید، در سرگیری ما میتوانیم مبلغ سخت به ما حکومتی که در مقابل شعائر دین بیستد، حکومتی که در مقابل حجاب و نماز و دین و قرآن بیستد، این حکومت یک حکومت مردمی نیست. اطاعت از این حکومت واجب نیست. باید در مقابل این حکومت که این دیکتاتور است، در مقابلش باید قیام کرد، باید این انسانها رو سر جایشان نشاند. شاید بگید که والله مشکل است، ما چی کار بکنیم، فلان بکنیم. ببینید، اگر یک امتی بخواهد به عزت برسد، به سربلندی برسد، این از آسمان خداوند در یک بشقاب برای ما عزت و شرف را نمیفرستد. باید خون داد، باید جان داد، باید قیام کرد، باید زندان رفت، باید سختی و مشکلات را تحمل کرد. متوجه هستید؟ اما ببینید، یک نکته ای را خدمت شما عرض بکنم. همانطوری که یک انسان مضطر در دین مثلا از گرسنگی دارد میمیرد، اگر از خانه مثلا بدون روسری خارج نشود به خاطر آوردن غذا، شاید فرزندانش بمیرد. در این صورت انسان مجبور است. اما اینکه انسان هر امر دولت را اطاعت بکند، پا امروز بگه سطح توردار، سبا بگه که نمیدارم مینی جوب بپوش، دیگه روز بگه که مثلا نماز نخوان، دیگه روز بگه که این که دیکتاتوری شد، این که در مقابل این حکومت قیام واجب است بر تک تک مسلمان ها. خریب استاد عزیز، این همه به سر ملت تاجیک آمده است. حجاب منع شده است، نماز خواندن آشکار منع شده است. ببینید خواهر گرامی، مثلا 20 سال پیش این سختگیری نبود، درست است؟ 15 سال پیش آیسته آیسته گفتن مدارس دینی را ببندید، مردم هیچی نگفتن. پس آن 10 سال پیش آمدن گفتن که مسجدها را بسته کنید، مردم چیزی نگفتن. 8 سال پیش آمدن گفتن ریشا را بتراشین، مردم چیزی نگفتن. 5 سال پیش آمدن گفتن که سطر را بردارین، مردم چیزی نگفتن. آیسته آیسته آمد، همه قانون کفری را در مملکت اجرا میکرد، چون از روز اول مردم اعتراض نکردن. اگر ملت اعتراض میکرد کامیاب نمیشدن. ما پشت و پناه نداریم در پستی، ما کسی مردهای نیست که به ما دستگیری کند و این کار رو از بین برند. هیچ کس همه به مقابلی ما میخیزند. الله المستعان. الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی شر این ظالمین و ستمگران را از سر ملت تاجیکستان دور بکند. به حق ما مردم تاجیکستان بسیار استادی عزیز دعا کنید. الله به حد سخت از نه در بازار، نه در دخترها، در هیچ ما سفر کرده آزار در اومده گشته نمیتانیم. همه رو از پخگیری آنها حتی به آنجا سفر کرده هم نمیخواهیم. درست. با بازار و با دکتر رفتن تماما برای ما سخت شده است. ببینید، الله متعال میفرماید که امن یجیب المضطر اذا دعا، کیست که دعای انسان درمانده را بشنود و اجابت بکند. ببینید، گاهی اوقات ما یک نکته رو در زندگی ما بهش توجه نمی کنیم که شاید دعای شما در نیمه شب جای نماز بندازید، 2 رکعت نماز بخوانید، به درگاه الله عشق بریزید و بر علیه این طاغوت دعا بکنید، والله دعای شما از بمب اتم هم سخت‌تر است برای اینها. و الله متعال اینها را گرفتار عذاب خواهد کرد ان شاء الله. سلامت باشید. سلامت باشید خواهر گرامی. خداوند عمر شما را دراز و همه شما را با ما در بالای سر ما نگهبان. سلامت باشید. تشکر از شما. اللهم السلام.
همین است. ببینید وقتی که انسان تن داد به ذلت، به ذلت وقتی که انسان تن داد، ببینید چی کار کردن. از یک طرف داعش رو به وجود آوردن، یک سازمان گروه استخباراتی، کمی جوانهای دیندار با غیرت اینا رو چی کردن؟ برید داعش، برید برید، راه رو برشان باز کردن، فرستادن سوریه، فرستادن عراق. از یک طرف اینا رو از سر خودشان چپ کردن، بعد از اون هر قانونی که گذاشتن، هر عملی رو که انجام دادن، ملت اعتراض نکرد، تا اینکه الان شروع کردن دوباره جبر و ظلم و ستم رو. و از این هم بدتر میشه، باور به خدا بکنید که از این هم بدتر میشه. من در برنامه‌ای که در مورد تاجیکستان داشتم، اگر به یاد داشته باشید 8 سال قبل، گفتم امروز اگر در مقابل این قوانینی که اینها بالای شما مثلا میگه ریش نگذار و مسجد نرو و فلان نرو ایر قبول کردید، فردا روزی خواهد آمد که از این بدترش رو هم سر شما بقبولانن و اون وقت هیچ کاری کرده نمیتوانید. فکر نکنید که نه فردا اگر بگوین که مثلا شما با خدا کفر ببرزید، به رسول الله فوش بدهید، ما قبول نمی کنیم. نه نه، شما قبول کردید، قبول کردید، الان به یک مرحله رسیدید که برده شدید، برده، غلام شدید، الان دیگه کاری کرده نمی توانید. الان اگر بگه که هر تاجیک اگر به الله و رسولش کفر نورزد، ما اون رو مثلا شهروندیشو می گیریم. باور کنید مردم میان میکنن میکنن، چون الان خلاص ده حد رسیدن که دیگه ذلت و خاری رو خداوند بر ببین. چرا الله متعال میگه که بر ران علی قلوبهم، گرچه این در مورد گناه هست اما خیلی مسئله جالبی است، میگه قلبهایشان زنگار گرفته است. یک گناه میکنی، یک نقطه سیاه در قلبت، دو گناه میکنی، دو نقطه سیاه، سه گناه، سه نقطه سیاه، هر چه گناه بیشتر میشه این نقطه های سیاه بیشتر، یک وقتی میشه که همه قلب سیاه میشه، مثل آهنی که زنگ بزنه. میگه بر ران علاقه می قلبهایشان را زنگار گرفته است. بعد از اون میشن چی؟ سم بکمن امیان فهم نایرجیان، کر و گنگ و کور و لال میشه دیگه، هیچ اینا قابل برگشت و هدایت نیستن. فباید در مقابل هیچ کس، ببینید این هر بشری، هر انسانی حق داره، هیچ حکومتی حق نداره که آرای یک شخص رو بر بالای همه ملت بقبولانه.